سازمان ملل متحد خواستار افزایش کمک‌های بشردوستانه برای کمک به 10,000 کودک در غرب افغانستان شده است که پس از یک رشته زمین‌لرزه ویرانگر که در اکتبر گذشته رخ داد، در شرایط خطرناک زمستانی رنج فراوانی را متحمل شدند. ابتدا به گزارش فاطمه موسوی توجه فرمایید. این تصویر یک دختر اهل افغانستان در مقابل خانه‌اش می باشد که در اثر زلزله در غرب افغانستان در 11 اکتبر 2023 ویران شده گریه می کند و از این دست صحنه‌ات این چند ماه پس از آن زلزله ویرانگر فراوان می تواندید. زلزله‌ای که به دلیل برخی از اخبار و حوادث از جمله نزاع حماس و اسرائیل به حاشیه رفت و در صدر اخبار جهانی قرار نگرفت و لذا توجه جهانی را هم با خود به همراه ننمود. اگرچه گستردگی ویرانی و تلفات آن در مقایسه با دیگر حوادث کم نظیر بود. آژانس کودکان سازمان ملل متحد در 15 ژانویه گفت که تقریباً 100 هزار کودک پس از زلزله‌های منطقه هرات به حمایت نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 100 روز پس از وقوع زلزله‌های مکرر در غرب هرات و ولایات اطراف آن این هشدار را داده است. حکومت طالبان و آژانس‌های امدادی تخمین می‌زنند که در پی زلزله‌های مکرر اکتبر گذشته بیش از 1000 نفر که عمده آنان را زنان و کودکان در بر می‌گرفتند کشته و 21000 خانه ویران و خانواده‌های بیشماری معیشت، دام و محصولات کشاورزی خود را از دست دادند. یونیسف اعلام کرد 3 ماه بعد از این فاجعه تأثیر زمین‌لرزه‌های هرات همچنان باقی مانده است و بسیاری از خانواده‌ها با وجود سرمای شدید هنوز در چادر زندگی می‌کنند یا در فضای باز می‌خوابند. این سازمان در ادامه افزود که زمستان فلج کننده افغانستان از جمله در منطقه زلزله زده هرات زندگی را برای خانواده های آسیب دیده سخت‌تر و جان آنان را تهدید می‌کند و تلاش‌ها را برای بازسازی بیشتر می‌کند. فران اکیزا رئیس یونیسف در افغانستان در این رابطه گفت کودکان هنوز در تلاش هستند تا با آسیب‌ها و مشکلات کنار بیایند. مدارس و مراکز بهداشتی که کودکان به آنها وابسته هستند آسیب دیدند یا به طور کامل تخریب شدند. اکیزا در ادامه گفت گویا مشکلات و آسیب‌های ناشی از زلزله کافی نبوده. زمستان فرا رسیده است و دمای هوا به چندین درجه زیر صفر رسیده و کودکان و خانواده‌های آنها بدون خانه در شب‌های سرد و سوزناک در شرایط خطرناک زندگی می‌کنند و هیچ راهی برای گرم کردن سرپناه‌های موقت خود ندارند. این مقام یونیسف همچنین گفت که در 100 روز پس از واکنش‌های اولیه اضطراری امکانات بهداشتی چادری را به ساختارهای دائمی‌تر در کانتینرهای حمل و نقل تبدیل کرده و هزاران نفر از افراد آسیب دیده را که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند درمان کرده است. این آژانس می‌گوید که به انتقال آب پاک و بهداشتی برای نزدیک به 19,000 نفر در هرات ادامه می‌دهد و قصد دارد کمک‌های نقدی را برای کمک به خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود به منظور ادامه زندگی آنها در زمستان توزیع کند. یونیسف همچنین 10 مورد دیگر از تسهیلات گوناگون را برای کمک به چندین هزار کودک که نیمی از آنها دختر هستند به منظور ادامه تحصیلات پایه آنان ایجاد کرده است. اکیزا هشدار داد اما هزاران نفر هنوز به کمک ما نیاز دارند. یونیسف نگران زنده ماندن 96,000 کودک آسیب دیده از زلزله است که نتواند خدمات مورد نیاز آنها را برای بهبودی ارائه دهد. سازمان ملل میگوید دست کم 23 میلیون نفر که حدود نیمی از آنها کودک هستند به کمک های بشردوستانه در افغانستان نیاز دارند، چرا که علاوه بر زلزله تأثیر های باقی مانده از درگیری های طولانی مدت در این کشور، شوک های شدید آب و هوایی و زوال شدید اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. قربان علی اسماعیلی فعال حقوق بشر از لندن با ما هم هستند. آقای اسماعیلی سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان و بینندگان برنامه‌تون. بزرگواری. آقای اسماعیلی لطفاً نظر خودتون رو در رابطه با گزارش یونیسف در مورد کودکان افغانستان بفرمایید. خب در قسمت گزارش یونیسف که شما به نشر سپردید متاسفانه گزارش دردآور و کمبار است. افغانستان علاوه بر
مشکلات متعددی که داشته در گذشته و دارد با قربانی زمین لرزه هم شده که آثار ویرانی جسمی و روانی آن تا سالها با مردم قربانیان آن منطقه خواهد ماند. ما در جریان هستیم که وضعیت واقعا خطرناک است و حکومت طالبان کاملا عاجز از هر حکومت می باشد. فقط مردم آنجا، قربانیان اونجا بوده با دست عادی و ناتوانی و یکی از دلایل مهم هم همین موضوع اسرائیل دین است که دولت غاصب با ادامه حمله بر مردم دفاع توجه جهانیان را از مسئله افغانستان و شرایط سختی آنان منحرف کرد. آقای اسماعیل، علاوه بر یونیسف، وظیفه سایر مردم و نهادهای حقوق بشری و مؤسسات نیکوکاران در قبال کودکان افغانستان چیه؟ بفرمایید. عرض کنم که فقط وظیفه سازمان یونیسف نیست که باید به کودکان افغانستان توجه بکنند. من مطمئنم که همه ما، همه بشریت، در چه در قالب نهادها و یا اشخاص، وظیفه دارند که به کودکان نیازمند توجه بکنند، چون این کودکان سرمایه ها و یا به عبارت که صاحبان آینده این جهان است. خصوصا این که خصوصا آنانی که یک شبه تمام چیزهایشون را از دست می دهند، از جمله عزیزان خودشان را، والدین خودشان را، دوستان و نزدیکان و اقارب خودشان را از دست می دهند، این واقعا خیلی سنگین است و از نگاه روانی آثار مخربی دارد. پس بدون در نظر داشت مسائل سیاسی روز، همه کشورهای جهان باید به یاری این قربانیان بشتابند. من درخواستم البته قبل از اینکه از کشورهای دور و مردم جهان باشد، کشورهای نزدیک و همسایه ماست، کشورهایی که با هم همسرنوشتیم، با هم در و دیوار شریک داریم، زبان هم زبان هستیم، هم دین هستیم، هم کیش هستیم، هم مذهب هستیم. من بیشتر اونها رو مخاطب قرار میدم. متاسفانه تا اونجایی که من میدونم کشورهای همسایه و برادرای ما آنچنانی که باید مسئله افغانستان، خصوصا این زلزله توجه میکردن توجه نکردن و الا رساندن کمک. میدونم این یک فاجعه بزرگ و سنگین است، ولی اگر بخواید کشور همسایه بخوان توجه بکنن و کمک بکنن و واقعا دست به کار بشن، کار خیلی سنگین، کار خیلی سختی نیست. بالاخره همسایه ها هم وظایف دارن که باید به من عمل بکنن. آقای اسماعیلی، چگونه میتونیم واقعیات موجود در افغانستان را که از نگاه دنیا محفور مونده به دنیا منتقل کرد و چه گروه هایی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارن؟ در قسمت این که گفتین که چه گروه هایی، من فکر میکنم در قدم خصوص رسانه هاست. رسانه ها، مطبوعات، نویسندگان، گویندگان، اینها من فکر میکنم رسالت بزرگ دارن. اینها باید بیشتر توجه بکنن، بیشتر فعالیت بکنن، خصوصاً ببینید، خصوصا در وضعیت فعلی. مشکل مردم افغانستان اینجاست که فعلا افغانستان در یک وضعیت تاریخی و شرایطی عجیب قرار دارد، شرایط جهانی بدی قرار دارد. با کمال تأسف باید بگم که سیاستمداران این سرزمین، این کشور، در گذشته عملکرد خوبی نداشت. در 20 سال گذشته که جهان در افغانستان حضور داشت، نتوانستند و طور درست بازی بکنند، عمل بکنند.
یعنی مردم افغانستان کماکان به شدت وابسته و کمک های خارجی و بیگانه است. در حالی که در طول این 20 سال میشد خیلی در مشکلات رفت کرد. باید کاری میشد که مردم افغانستان دیگه امروز خودشون میتونستن برای خود کاری بکنن. دیگه ولایت افغانستان، دیگه استان افغانستان، دیگه مردم افغانستان با کمک اینها بیاین. در حالی که الان همه بدتر است. همه در یک شرایط قرار دارن. از طرف دیگه وضعیت جهانی هم که شما توجه هستید که حکومت به صورت حیات یا حاکمه طالبان که مردم افغانستان رو در گروگان گرفتن با جهانی باق ندارن و مردم جهان از این باقت همه در افغانستان دیر سرد و به مقدار آزوده مانندن دورن و از همه مهمتر مثلا این دیگه این حدش که مسئله اوکراین، جنگ اوکراین یا هم شدت وضعیت را دیگرگون کرده است و توجه جهانیان را منحرف و در اخیر همینطور قبلا اشاره کردم موضوع جنگ اسرائیل و فلسطین. پس من فکر میکنم که رسانه ها بیشتر باید توجه بکنن و یکی از راهش همین است که بیشتر صحبت بشود، بیشتر گزارش داده شود و لذا من اینجا جا دارد که بنده از شبکه تلویزیونی شما سلام تشکری خاص داشته باشم که همچنان به یاد مردم افغانستان هست و به آنها یاری میرسانند و به آنها